خانم ها آقایان حضار محترم در ابتدا لازم می دانم تبریکات صمیمانه خود را به مناسبت 60 سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام نمایم، زیرا اعلامیه جهانی حقوق بشر یکی از مهمترین دستاوردهای بشر است که البته با هزینه گران به دست آمده است. بسیار مفتخرم که در سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر به مناسبت تعلق اولین جایزه کمیته بین‌المللی حقوق بشر در میان شما هستم و از اینکه این جایزه به من داده شده است بسیار خوشبختم. از همه کسانی که برای برپایی این جلسه تلاش کردند سپاسگزارم و امید دارم این تلاش ها به ارتقاء حقوق بشر و توسعه آن در سراسر جهان و از جمله کشور من ایران مدد برساند. ضمن آنکه اعطای این جایزه را پاس می دارم و به آن افتخار می کنم، مایلم مسائلی را با شما در میان بگذارم. بیشک هر یک از شما حکایت‌هایی را از نقض حقوق بشر در ایران شنیده اید. حقوق زنان، کودکان، فعالان جنبش‌های مختلف اجتماعی، اعم از جنبش دانشجویی، کارگری و معلمان. ضمن تأیید این حکایت‌ها که زمینه‌ساز نقض حقوق بشر در ایران است، دوست دارم از تلاش جامعه مدنی ایران و هزینه سنگینی که در دهه گذشته پرداخته است و تلاش فعالان اجتماعی که احکام سنگینی تا پای اعدام را تحمل کرده اند سخن بگویم. تلاش فعالان جنبش دانشجویی، کارگری، معلمان، زنان و اقلیت‌های قومی به ویژه هموطنان کرد ما با چالش‌های بزرگ قضایی مواجه بوده است که در بسیاری از اوقات امر دفاع از آنان را با دشواری مواجه ساخته است، زیرا برخلاف قانون اساسی ایران قوانین مربوط به نحوه رسیدگی به اتهامات به قاضی این اختیار را می‌دهد که از دخالت وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در پرونده‌های متهمان از جمله متهمان سیاسی جلوگیری به عمل آورد و این خود زمینه ساز نقض حقوق متهمان سیاسی است. از طرف دیگر وجود قوانینی که می تواند مخالفان سیاسی حکومت یا فعالان اجتماعی را به عنوان محارب مورد محاکمه قرار دهد و حکم اعدام برای آنها صادر کند از دیگر مشکلات پیش روی فعالان اجتماعی است که البته بسیاری از آنان را با احکام سنگین حبس‌های طولانی مدت و یا حتی اعدام مواجه کرده است. وکلای مدافع فعالان اجتماعی خود با تضییقات فراوانی مواجه هستند. آنها نه تنها با محدودیت‌های قانونی برای دفاع از موکلانشان روبرو هستند، بلکه همواره با تهدید تشکیل پرونده و حبس و زندان مواجهند. بسیاری از وکلای مدافع حقوق بشر به کرات محکوم به زندان شده اند و به موجب حکم دادگاه مدت زندان خود را تحمل کردند. اما جریانی که مصمم است از طریق قانون و راه‌های مسالمت‌آمیز به دفاع از فعالان اجتماعی بپردازد، همچنان بر پیگیری مطالبات قانونی از طریق راه‌های مسالمت‌آمیز پافشاری می‌کند. همچنین مایلم در خصوص فعالیت زنان در ایران نیز نکاتی را با شما در میان بگذارم. زنان ایرانی طی دهه‌های گذشته دشواری‌های زیادی را پشت سر نهاده‌اند، ولی امروزه با تکیه بر پیشینه 100 ساله خیش و به یمن تلاش 30 ساله در جایگاهی ایستاده‌اند که دارای خواسته‌های روشن و شفاف هستند و این خواسته ها را با صدای رسا اعلام می کنند. آنها خواستار تغییر قوانینی هستند که دیه زنان را نصف مردان قرار می دهد. یعنی اگر مرد و زنی در خیابان تصادف کنند، خسارتی که به زن پرداخت می شود نصف مرد است.
خواستار تغییر قوانینی هستند که ارزش شهادت زنان را نصف مردان می داند. حق طلاق را در اختیار مطلق مرد قرار می دهد و در همان حال به وی حق تعدد زوجات را اعطا می کند تا 4 زن برای ازدواج دائم داشته باشد و حق داشتن همسران صیغه‌ای به طور نامحدود را داشته باشد. آنها خواستار تغییر قوانینی هستند که سن مسئولیت کیفری دختران را 9 سال و پسران را 15 سال قرار می دهد و بدین ترتیب دخترکان 9 ساله را در معرض مجازات اعدام قرار می دهد. قوانینی که سهم الارث دختران را نصف پسران خانواده قرار می دهد و ارث زنان را از همسران خود از این هم کمتر قرار می دهد. قانونی که سن ازدواج را برای دختران 13 سال تعیین کرده و حق طلاق را از این دخترکان پس از رسیدن به سن بلوغ سلب می کند. پرواضح است که این قوانین نمی تواند مورد تایید جامعه زنانی باشد که به گواهی آمار رسمی 70% صندلی های دانشگاه را در ایران اشغال کردند. در اعتراض به این قوانین و به دنبال جستجوی راه‌های مبتکرانه، آنها اقدام به راه‌اندازی کمپین 1 میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز کردند تا با جمع‌آوری امضا از زنان و مردان کوچه و خیابان و در به در منازل و ایجاد بحث پیرامون قوانین تبعیض‌آمیز مبادرت به جمع‌آوری امضا کنند و این امضاها را به مجلس قانونگذاری در ایران تسلیم نمایند و البته برای این کار بهای سنگینی پرداختند. ماحصل هزینه‌ای که زنان ایران برای این راهکار مبتکرانه‌شان پرداخت کردند عبارت بود از دستگیری، احضار، حکم محکومیت و ممنوع الخروجی که اگر بخواهم به نمونه‌ای از آن اشاره کنم، طی 80 روز از ژانویه 2008 تا مارس 2008 هر 4 روز 1 مورد بوده است. طی سالهای اخیر که دوران سخت این جنبش محسوب می شود، زنان نه تنها مورد تعقیب قضایی، بازداشت و یا ممنوع الخروجی قرار گرفتند، بلکه احکام محکومیت سنگین تا 5 سال حبس و یا شلاق نیز برای آنان صادر شد. زنان ایرانی هرچند در جایگاهی ای هستند که خواسته هایشان کاملا روشن و شفاف است، اما در این حال به مانند بسیاری از جنبش های زنان در سراسر دنیا با گزینش روش های مسالمت آمیز اراده خود را مبنی بر پرهیز از روش های خشونت آمیز اعلام می دارند. در آخرین اقدام در اعتراض به لایحه حمایت از خانواده که حق تعدد زوجات را به رسمیت می شناخت، فعالان جنبش زنان با حضور در مجلس خواستار خروج این لایحه از دستور کار مجلس شدند. این عمل فعالان جنبش زنان هرچند منجر به خروج موقت لایحه از دستور کار شد، اما اظهارات زد و نقیض از سوی دستاندرکاران باعث شده است که جامعه زنان ایران همچنان نگران سرنوشت لایحه باشند و بنابراین فعالیت زنان در این زمینه ادامه دارد و آنها با نگرانی سرنوشت لایحه را دنبال می کنند و چنانچه لازم باشد با اعتراضات مدنی فریاد خود را به گوش جهانیان می رسانند و البته هزینه آن را نیز پرداخت می کنند. مایلم ضمن ابراز خوشبختی از ایجاد دهکده جهانی که هر لحظه امکان ایجاد ارتباط و همبستگی بین فعالان حقوق بشر را فراهم می آورد، ضمناً بابت ورود بنیادگراها به این دهکده جهانی هشدار دهم، زیرا که ورود به دهکده جهانی بدون مدارک شناسایی بسیار راحت است، همچنان که ما به آسانی به این دهکده رفت و آمد می کنیم، واپسگرایان نیز در رفت آمد به این دهکده‌اند و آثار خود را در دهکده‌ای که ما نیز در آن زندگی می‌کنیم به جا می‌گذارند. من از این امکان استفاده می‌کنم تا جامعه مدنی ایتالیا را به کمک بطلبم تا موارد نقض حقوق بشر در ایران را باز هم بیشتر و بیشتر مورد توجه قرار دهند
و در این راه همراه ما باشند، همچنان که تا کنون بودند. دوستان و همراهان گرامی، بیشک حقوق بشر در جامعه پایدار نمی ماند که چند کشور آنسوتر مکررن نقض می شود. به تجربه‌ای که خود در ایران شاهد آن بودم اشاره می کنم که تا 30 سال پیش اعدام کودکان به موجب قوانین رسمی ایران ممنوع بود، اما تأثیر دیدگاهی که به نام مذهب تصمیم گیری می کند توانست در مدت اندکی این حقوق را چنان دگرگون کند که دخترکان 9 ساله را در معرض اعدام قرار دهد. در پایان مایلم از پیشکسوتان حقوق بشر در ایران و از پیشگامی زنان در این خصوص یادی کنم. از تلاش‌های شیرین عبادی که با وجود تهدیدهای مستمر علیه ایشان و خانواده‌شان همچنان بر اتخاذ روش‌های قانونی و پرهیز از خشونت پای می‌فشارند و همچنین مهرنگیز کار که با پرداخت هزینه سنگین و تحمل زندان و مخاطرات جدی سلامتی خود ناگزیر به ترک ایران شد. همچنین مایلم از تلاش حقوقدانان کلاسیک ایتالیا یادی کنم که تأثیر همه جانبه ای بر نگاه حقوقی دنیا نسبت به جرم و مجرم گذاشتن. تلاش هایی که قبل از پدید آمدن اعلامیه حقوق بشر منجر به تغییر دیدگاه جهانیان به مجرم و رعایت حقوق متهمان گردید. تلاش حقوقدانان بزرگی چون بکاریا، آنریکو فری و رافائل گاروفالو از پیشگامان رعایت حقوق متهمان و رسیدگی به اتهام بدون پیش‌داوری و عاری از خشم و کینه و حسب مجازات‌های سنگین از جمله اعدام بودند. بیشک افکار این حقوقدانان بزرگ بر شکل‌گیری مفهوم حقوق بشر تأثیر بسزایی داشته است. من بر این باورم همچنان که حقوقدانان هموطن شما در زمان خود با تلاشی سخت بر اصلاح سیستم قضایی و مفهوم جرم و مجرم تأثیر بسزایی گذاشتند، ما نیز خواهیم توانست با تلاش خود به اصلاح قوانینی کمک کنیم که به آن اعتراض داریم. هرچند زمانی که در آن هستیم سخت و دشوار است، اما پیش از ما نیز میلیون ها نفر در مسیر دشوار آزادی و دموکراسی گام برداشتند. همچنان که آنها توانستند، ما نیز می توانیم بر این سختی ها